در برنامه امروز میخواهم درباره سیاره هرمز یا مشتری و آخرین پروژه‌ای که سازمان فضایی ناسا به آن اختصاص داده سخن بگویم. این پروژه که جونو نامیده میشود فضاناوی است که در 5 ژوئیه امسال 2016 به مشتری رسید و در مداری به گرد آن جای گرفت. پیش از آن که به هدف از فرستادن این فضاناو بپردازم، باید کمی درباره سیاره هرمز بگویم تا اهمیت ماموریت جونو روشن‌تر شود. هرمز یا مشتری 5 و بزرگترین سیاره راجمان یا منظومه خورشیدی است. فاصله اش از زمین 4 فاصله زمین تا خورشید است. قطر آن 11 قطر زمین است. یعنی چنان بزرگ است که می تواند بیش از 1300 کره زمین را در خود جای دهد. ولی جرمش تنها 300 جرم زمین است. اینکه حجمش 1300 حجم زمین است ولی جرمش تنها 300 جرم زمین به این سبب است که هرمز برعکس زمین جامد نیست و از گاز درست شده. به سخنی دیگر چگالیش از چگالی زمین کمتر است. در این تصویر می توانید اندازه سیاره های گوناگون راجمان خورشیدی را با هم مقایسه کنید. تنها سیاره‌ای که اندازش با هرمز مقایسه پذیر است کیوان یا زحل است. اورانوس و نپتون هم بسیار از زمین و بهرام و ناهید بزرگترند ولی به بزرگی هرمز نمی رسند. اگر همه سیاره های راجمان خورشیدی را روی هم بگذارید، جرم مجموع آنها به جرم هرمز نمی رسد. هرمز 2.5 از مجموع سیاره های راجمان خورشیدی پر جرم تر است. در مقایسه با خورشید، جرم هرمز 1/1000 جرم خورشید است. اگر هرمز 70 پر جرم تر می بود، می توانست ستاره شود و در آن صورت راجمان خورشیدی 2 می داشت. از آنجا که هرمز و زمین هر دو به دور خورشید می گردند، فاصله و حالتشان نسبت به هم همیشه یکسان نیست و از این رو درخشانی هرمز کم و زیاد می شود. در درخشانترین حالت پس از ماه و ناهید درخشانترین اختر آسمان است. بنابراین انسان از باستانترین زمانها هرمز را در آسمان می دیده است. نام آن در زبانهای اروپایی جوپیتر است که نام خدای خدایان رومیان بوده است. این اختر در فارسی چند نام دارد: مشتری و برجیس که هر دو عربی هستند، زاوش که از یونانی زئوس می آید. نام پهلوی و فارسیان هرمز یا هرمزد است. فردوسی می گوید چه کیوان، چه هرمز، چه بهرام و شیر، چه مهر و چه ماه و چه ناهید و تیر. چنان که گفتم هرمز از گاز است و بنابراین سطح جامد ندارد. 89% آن مولکول هیدروژن است، 10% آن هلیوم و کمی متان و آمونیاک و گازهای دیگر دارد. در لایه‌های زیرین هرمز که فشار دما بسیار است، هیدروژن به دیسه مایع در می‌آید. در هستی آن که دما به بیش از 10,000 و فشار به 1,000,000 فشار جو زمین در سطح دریا میرسد، پیش بینی می شود که هیدروژن حالت فلزی پیدا کند. جو هرمز بسیار آشوبناک است و در آن طوفان هایی با سرعت بیش از 400 کیلومتر در ساعت روی می دهند. نوعی گردباد لکه سرخ بزرگی را در جو هرمز پدید آورده که اندازش 3 قطر زمین است و دست کم 400 سال است که همچنان وجود دارد. از این گذشته در جو بیرونی هرمز ساختارهایی به شکل نوار دیده می شوند که عرضهای جغرافیایی گوناگون آن را می پوشانند. هرمز دارای میدان مغناطیسی مهمی است که 14 از میدان مغناطیسی زمین نیرومندتر است. این میدان مغناطیسی بر اثر حرکت ذره‌های باردار در بخش هیدروژن فلزی هسته هرمز به وجود آمده است. پیرامون هرمز محیط بسیار خطرناکی است برای زیست و بسیار نامساعد است برای دستگاه‌های الکترونیک فضاناوها.
زیرا میدان مغناطیسی هرمز ذره های باردار خورشید را به فراوانی به سوی خود می کشد. هرمز هم مانند کیوان یا زحل دارای حلقه هایی است که دور آن را گرفتند، ولی این حلقه ها بسیار تنکند و تنها با تلسکوپ های بزرگ دیده می شوند. هرمز دارای دست کم 67 ماه است که بزرگترین آنها را گالیله در سده 17 هم کشف کرد. بزرگترین این ماه ها گنومد، بزرگتر از سیاره تیر یا عطارد است. دو کلمه درباره گذشته هرمز. امروزه می دانیم که هرمز از آغاز جای کنونی خود را نداشته است. هرمز در مداری دورتر از مدار کنونیش دیسیده شده، به وجود آمده و به سوی خورشید تا مدار بهرام یا مریخ تغییر جا داده است. در آن زمان بهرام و زمین وجود نداشتند. به جای آنها چند سیاره بزرگتر سنگی وجود داشتند، ولی هرمز سر راه خود به سوی خورشید آنها را نابود کرده است. بهرام و زمین به احتمال بسیار از مواد بازمانده آن سیاره ها پدید آمدند. این جابجایی هرمز بر اثر پدیده ای است که از واکنش میان هرمز و گرده یا دیسکی از ماده که در آن زمان پیرامون خورشید را گرفته بوده برمیخیزد. هرمز تا مدار بهرام به خورشید نزدیک می شود و سپس به عقب برمیگردد و به مدار کنونی خود می رسد. این حرکت به سوی بیرون به سبب پدید آمدن سیاره زحل یا کیوان و تأثیر نیروی گرانشیان بر هرمز بوده است. اکنون میرسیم به پروژه جونو که در آغاز به آن اشاره کردم. سازمان فضایی ناسا از سال 1973 تا کنون 7 فضاناو به سوی هرمز روانه کرده که از کنار آن گذشتند و نپاهش‌های خود را به زمین فرستادند. جونو دومین فضاناوی است که به گرد هرمز به گردش درآمده. پیش از آن ناسا فضاناو گالیلئو را به گرد هرمز فرستاد که به مدت 8 سال از 1995 تا 2003 به مطالعه هرمز و ماه‌های آن پرداخت. جونو در تاریخ 5 اوت سال 2011 به بیرون از زمین پرتاب شد تا در مداری به گرد خورشید به گردش درآید، در مداری که از مدار بهرام یا مریخ هم دورتر می رفت. این ویدیو مسیر جونو را تا رسیدن به هرمز نشان می دهد. پس از پرتاب در ماه اوت 2011 در مداری دورتر از بهرام به گرد خورشید قرار می گیرد. در سپتامبر 2012 با مانورهایی که انجام می‌دهد مسیر خود را به سوی زمین تغییر می‌دهد. در اکتبر 2013 یعنی 2 سال پس از پرتابش به زمین نزدیک می‌شود و با استفاده از تکنیکی که فلاخن گرانشی یا تیرکمان گرانشی نام دارد به سوی هرمز پرتاب می‌شود. در این تکنیک با استفاده از انرژی گرانشی سیاره‌ها به فضاناو سرعت داده می‌شود. سرانجام در ژوئیه 2016 به هرمز میرسد. نکته جالب این است که جونو از انرژی خورشیدی برای کار رایانگرها و موتورهایش استفاده میکند. دارای 3 آرست آفتابی است، به انگلیسی سولار اری، به فرانسه پنو سولر، هر یک به طول 20 متر و عرض 2 متر. سلول های آفتابی این آرست ها انرژی خورشید را میگیرند و به برق تبدیل میکنند. این نخستین بار است که در فضاناوی که از خورشید دور می شود از آرست آفتابی استفاده می کند، چون هرچه از خورشید دورتر شویم نوری که به فضاناو می رسد کمتر می شود. هرمز 25 بار کمتر از زمین تابش خورشید دریافت می کند. چنان که گفتم فاصله زمین تا هرمز 4 برابر فاصله زمین تا خورشید است، ولی فضاناو جونو مسافتی را پیمود که تقریبا 19 برابر فاصله زمین تا خورشید می شد، یعنی در حدود 3 میلیارد کیلومتر. علت این بود که جونو نمی توانست مستقیم به سوی هرمز برود، انرژی لازم برای این کار را نداشت، می بایست از تکنیک فلاخن گرانشی استفاده کند. به هر حال در 5 ژوئیه امسال 2016 پس از 5 سال سفر به هرمز رسید و با مانورهای خود را در مداری به گرد آن قرار داد. موقع رسیدن به هرمز سرعت آن 74 کیلومتر در ثانیه بود و مجبور بود سرعت خود را کم کند.
همکنون در مدار موقتی که بسیار بیزی شکل است قرار دارد. هر 53 روز یک بار هرمز را دور می زند. دو بار به گرد هرمز خواهد گشت و در ماه اکتبر 2016 در مدار همیشگیش قرار خواهد گرفت، مداری که هر 14 روز یک بار آن را می پیماید. نکته جالب دیگر این است که مدار جونو برخلاف مدار گلیلئو قطبی است، یعنی از فراز قطب‌های هرمز می‌گذرد. مدار گلیلئو در سطح استوایی هرمز بود. چنین مداری مطالعه پدیده‌های میدان مغناطیسی هرمز و برخورد ذره‌های باردار خورشید با میدان مغناطیسی را آسان‌تر می‌کند. جونو در مجموع 37 بار به دور هرمز خواهد گشت به مدت 20 ماه تا فوریه 2018. در آن موقع مأموریتش به پایان خواهد رسید و جونو با مانوری خود را به درون هرمز خواهد انداخت تا نابود شود. نابود کردن جونو برای پیشگیری از این است که این فضاناو به دنبال رویدادی ناخواسته به روی ماه‌های هرمز نیفتد. ماه‌های هرمز به ویژه اروپا که در گذشته درباره سخن گفتم به احتمال دارای نوعی زیستند و ناسا نمیخواهد این جهانها را با میکروب‌های زمینی جونو آلوده کند. بیش از 2 میلیارد دلار هزینه پروژه جونو شده است. جونو دارای 5 دستگاه اندازه‌گیری گوناگون است که با طول موج‌های گوناگون رادیویی، فروسرخ، دیدنی و فرابنفش کار می‌کنند و برای منظورهای گوناگون به کار خواهند رفت. اختر فیزیکدانان خواهند کوشید به یاری داده‌های به دست آمده از جونو برای بسیاری پرسش‌ها درباره هرمز پاسخ بیابند. برای نمونه اندازه ازوت و کربن هرمز بیش از آن است که در خورشید وجود دارد. از آنجا که هرمز و خورشید از یک ابر اندرختری پدید آمدند و باید به یک اندازه ازوت و کربن داشته باشند، نمی‌دانیم که چرا چنین است. از سوی دیگر اکسیژن هرمز کمتر از اکسیژن خورشید است که نمی‌دانیم چرا. آیا این اکسیژن در مولکول‌های آب ژرف‌های هرمز پنهان شده است؟ نپایش‌های جونو همچنین به کار خواهند رفت برای پی بردن به اینکه آیا هسته هرمز از هیدروژن فلزی ساخته شده است یا نه. منشأ طوفان‌های شدید و دیگر پدیده‌های جوی هرمز هم از موضوع‌های پژوهشی این فضاناو خواهند بود. وقت ما به پایان رسید، باید در ماه‌ها و سال‌های آینده منتظر نتیجه‌های نپایش‌های این فضاناو بود که بیگمان دانش ما را درباره هرمز بیشتر خواهند کرد و به ما چیزهایی خواهند آموخت که پیش‌بینی نمی‌کردیم.